روزنامه‌های باندهای وابسته به ولی فقیه که این روزها سنگ دلواپسان را به سینه می‌زنند، در صفحات اول خود صحبت‌های فیروزآبادی گماشته خامنه‌ای در رأس ستاد نیروهای مسلح رژیم را مسکوت گذاشتند. برعکس روزنامه‌های باند رفسنجانی روحانی مهمترین عناوین خود را به تیغ‌کشی فیروزآبادی در دفاع از روحانی اختصاص داده و به این ترتیب صفحات اول روزنامه‌های سه‌شنبه نیز صحنه تأثیرات مرگبار جام زهر در از پای انداختن ولی فقیه و پیشرفت فزاینده زهر هسته‌ای در پیکر نظام شده است. ایران، سرلشکر فیروزآبادی، با تخریبگران دولت برخورد می‌کنیم. شرق، انتقاد فیروزآبادی از تندروها، باید شکرگزار وجود روحانی باشیم. ابتکار، هشدار فیروزآبادی به رسانه‌های وابسته به نیروهای مسلح. کارون، سرلشکر فیروزآبادی، باید به این رئیس جمهور افتخار کنیم. باید شکرگزار وجود روحانی باشیم. آفتاب یزد، سرلشکر فیروزآبادی مطرح کرد هشدار به رسانه‌های خاص. رسانه‌های وابسته به نیروهای مسلح روششان را اصلاح نکنند، برخورد می‌کنیم. دنیای اقتصاد، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، همه باید به دولت کمک کنند. اگر سنگ اندازی کنیم، چوب لای چرخ بگذاریم، معلوم است که کار پیش نمی‌رود و به چشم اندازها هم نمی‌رسیم. دشمن هم خوشحال می‌شود. دشمنان ما همین را می‌خواهند. یعنی بسیاری از ما که ادعای مبارزه با دشمنان را می‌کنیم، با رفتار سیاسی خود دشمن را شاد می‌کنیم. بعضی اخبار بی ارزش و تفرقه انگیز هستند. بعضی ها هم شایعه، تهمت و بی مبنا هستند. من خطی و سیاسی عرض نمی کنم. حتی رسانه هایی که به نوعی به نیروهای مسلح مرتبطند خطا می کنند و برابر مشی و منیات رهبری حرکت نمی کنند، باید روششان را اصلاح کنند و الا ما با آنها برخورد می کنیم. روزنامه های باند ولی فقیه با برجسته سازی عناوینی عکس صحبت های فیروزآبادی و حمله به سیاست های دولت روحانی، آثار مرگبار زهر اتمی در شقه در ارگان‌های نظامی و امنیتی نظام را به نمایش گذاشتند. جوان، ناگهان شبکه‌های اجتماعی اولویت اول کشور شد. رسالت، سردار جزایری، اجازه عبور آمریکایی‌ها و دیگران را از خط قرمز خود نمی‌دهیم. رسالت، دشمن برای فاصله انداختن بین سپاه و ارتش برنامه ریزی کرده است. رسالت، فضلی جانشین سازمان بسیج، امروز میدان جنگ، میدان دفاع فرهنگی و اقتصادی در کشور است. در روزنامه‌های سه‌شنبه، تأکیدات روزنامه‌های باند رفسنجانی روحانی بر تداوم زهرخوران و همراهی عناصر شاخصی از مهره‌ها و نهادهای وابسته یا نزدیک به خامنه‌ای، عمق لاعلاجی نظام در تن دادن به عواقب مذاکره را تا حدی روشن کرده است. کارون، رئیس جمهور، مصلحت همگان در توافق است. آرمان، اولین واکنش روحانی به توقف مذاکرات، با 5 به علاوه 1 به توافق می رسیم. آرمان، پاسخ جهانگیری به خوشحالان شکست مذاکرات، خوشحال نباشی، دولت از قوی ترین نیروهاست. ابتکار، مذاکرات با 5 به علاوه 1 در نهایت به توافق خواهد رسید. پاسخ روحانی به دلواپسان خوشحال. جمهوری، معاون اول رئیس جمهور، آنها که فکر میکنند مذاکرات شکست خورد در اشتباهند. اطلاعات، رئیس جمهوری، ایران و 5 به علاوه 1 در نهایت به توافق میرسند. دولت نمیتواند با نظر اکثریت مردم مخالفت کند. رسالت، با هنر، مذاکرات وین جدیت تیم هسته‌ای ایران در رعایت خطوط قرمز را اثبات کرد. نرسیدن به توافقات نهایی در مذاکرات اخیر به معنای این نیست که مذاکرات پایان یافته است. ما همچنان با پافشاری بر اصول و رعایت خطوط قرمز به مذاکرات ادامه خواهیم داد. رسالت، مجلس پشتیبان تیم مذاکره کننده است. حمله به روحانی و اظهارات روزهای اخیرش از موضع دلواپسان نظام در روزنامه‌های منتسب به ولی فقیه و چه دیگری از بحران فزاینده فروپاشی باند خامنه‌ای و در رفتن مهار از دست ولی فقیه را عیان کرده است. کیهان، یادداشت روز، به روز رسانی نقشه راه دولت.
چرخ سانتریفوژ های فوردو از کار افتاد، اما در باغ سبز گشوده نشد و کسی ندید تکانی در چرخ صنعت و اقتصاد پیش آمده باشد. دلارهای بلوکه شده ما مثلا از کره جنوبی به فلان حساب ما در سوئیس رفت و این بار در سوئیس بلوکه شد. 8 ماه مسیر اعتمادسازی یک طرفه تنها بر گستاخی و طلبکاری آمریکا افزود. اگر در سررسید وعده خودخواسته تحول 100 روزه توافق شتاب زده ژنو به مردم کادو شد، اکنون در سالگرد به رسمیت شناختن کت خدا نمی شود مثلا با توافق ژنو به توان 2 ایجاد هیجان رسانه‌ای کرد. رسالت، سرمقاله: خوب بود وقتی رئیس جمهور سخن از استبداد پیام به زبان می آوردند، قدری هم در باب استبداد پیام آمریکا در جهان سخن می گفتند و نحوه رهایی از این استبداد را در جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات نشان می دادند. وقتی اجازه نقد توافق هسته‌ای در رسانه ملی داده نمی شود، منتقدین بی سواد، بی شناسنامه، انحصار طلب و مستبد معرفی می شوند و ساخت یک فیلم مستند را به توپ و تشر محکمه و داغ و درفش می بندند و به نقدهای مشفقانه عنایتی نمی شود. آیا این حکایت از یک ارتباطات یک سویه و یک طرفه نمی کند؟ سخن گفتن رئیس جمهور از نفی ارتباطات یک سویه و بلندگوها و تریبونهای یک طرفه چه لطفی دارد؟ آیا رئیس جمهور همچنان مدعی است که یک حقوقدان و پایبند به اجرای قانون است؟